پدر من یک سازنده است، یک برنا هست، مادر من کار نمیکنه و برادر و خواهرای من هم، سلام، برادرها و خواهر من هم در مکتب هستند. Where are you from؟ اهل کجا هستی؟ I'm from Mexico. من از مکزیک هستم. How old are your brothers and sisters؟ برادرها و خواهرها چند ساله هستند؟ My brothers are 14, 13 and 10 and my sister is 6. برادرهای من به ترتیب 14, 13 و 10 هستند و من هم به اصطلاح و خواهر من هم 6 ساله هست. Okay, now look at the letter. به نامه نگاه کنید. How is the letter different from an email؟ یک نامه چه تفاوتی داره با یک ایمیل؟ Dear Stephanie, Stephanie عزیز. My name's Rosa. نام من روسا هست. I'm from Mexico. من از مکزیکو هستم. And I live in Monterrey. و من در مونتری زندگی میکنم. Los Angeles 1430. Santa Maria Monterrey 12 October. خب چه تفاوتی بین یک نامه و یک ایمیل هست؟ در نامه متنی که شما می‌نویسین خطی هست، دستنویس از نگاه خط ممکن است اگر خط خوبی نداشته باشین شخص مورد نظر با مشکل روبرو بشه، و دیگه ای که شما در این قسمت باید که نام به اصطلاح خیابانی که هستین، به کدام شهر، کدام مثلا ولایت هست، چند تاریخ چند بوده، اینا رو نوشته میکنین و در اون قسمت هم از گیرندر. اما در ایمیل که هست مطلبیات خود تایپ میکنین، خیلی واضح مشخص شخص میتونه بخونه بفهمه و خیلی راحت شما میتونین با زدن یک آدرس اون رو ایمیل بکنین، و ممکنه نامه چند وقتی طول بکشه اما ایمیل میتونه در آن واحد فرستاده و جواب او برای شما ارسال بشه. این تفاوت هایی هست که معمولا در بین نامه ها و ایمیل شما میتونین اونا رو پیدا بکنه. هر کدوم از اینا هم به اصطلاح ادوانتیج خور داره و هم دیز ادوانتیج خور داره، یعنی هم مفید هست و هم در این واحد میتونه که به اصطلاح نقص هایی هم داشته باشه. Write a similar email or letter to your teacher. مشابه همی ایمیل یا نامه رو شما برای استاد خونه بشته بکنن. Answer questions from 1 to 10 in A. سوالات از 1 تا به 10 رو در پارت A که قسمت سوالا پرسیده شده بود و شما پاسخ بدین. انمی نامه شما انگار ساخته میشه با یه سری کلمات به اصطلاح لینکینگ ورب ها، میتونین اینا رو با هم وصل بکنین و خیلی راحت پاسخ از اون به اصطلاح یک ایمیل، یک نامه جور میکنین با پاسخ همون سوالا. What we have next in unit 2, that is, what do you remember? As always, at the end of each unit, we have a short quiz. در آخر هر یونیت مثل همیش ما یک کویزه که خوردی داریم که مسنجه آنچه را که شما به اصطلاح یاد گرفتین. از این یونیت خواندن تکمیل چه چیزی یاد گرفتین؟ یک تست از شما میگیره، سوالها به صورت جوابهای مثلا 4 جواب است و گزینه صحیح فقط شما انتخاب میکنه. اوکی، فرست اف اول گرامر، قسمت اول شما گرامر هست. سرکل دی کورکت سنتنس، جمله صحیح رو شما دور از دور حلقه بکنین. A اور B، جمله به اصطلاح حرف A یا B، جمله A یا B. برای هر سوال شما A و B داره، شما یکی از اون انتخاب میکنین و هر شماره دو تا جمله هست.